بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، از کربلای معلا و بین الحرمین آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در خدمت شما هستیم. خداوند بزرگ و منان رو هزاران هزار مرتبه شکر میکنم از اینکه دوباره به بنده حقیر توفیق داد و قسمتم شد تا مجددا در خدمت شما بینندگان عزیز باشم بعد از مدتی که این توفیق رو نداشتم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، از کربلا با شبکه امام حسین و به صورت اخص با برنامه سرزمین عشق در خدمتتون هستیم. قرار انشالله امشب یکی دیگه از کلاس‌های آموزشی و معرفتی رو با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین زاکری در خدمت شما باشیم. حاجا عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما هم خدمت بینندگان عزیز برنامه و خدمت شما به خصوص عرض ادب داریم، عرض سلام داریم، با این امید که این گامی را برداریم به سمت رسیدن، گامی را برداریم به سمت فهمیدن، گامی را برداریم به سمت رسیدن به آنچرا که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام از ما خواستند. حقیقتا سرزمین کربلا وقتی که انسان میاد یک معنویت هایی رو پیدا میکنه که در جاهای دیگه پیدا نمیکنه. من خودم همیشه دعبم اینه که وقتی که عراق میام، به خصوص اگر نجف مشرف بشم یا کربلا مشرف بشم، از اون مقام در اون شهر خواهش میکنم که در این سفر من رو تنها نگذارن. بسیار. و واقعا وقتی هم که بر میگردم از عراق سفر میکنم، میرم بیرون تو هواپیما، در واقع دوباره میشینم باز فکر خودم رو از نو نگاه میکنم، میبینم خیلی از حرفهایی که من تو این سفر زدم بلدش نبودم. یعنی به ذهنم نبوده که من بگم و اینها رو از الطاف الهی میدونم و آثار وضعی بودن در یک همچین سرزمین هایی. الحمدلله. حقیقتا میزبان اگر تأثیر در میهمان نگذاره، شاید وظیفه میزبانی رو انجام نداده باشه. و چه میزبانی بهتر از آقای امام حسین علیه السلام که سالیان سال، قرنهای قرن بشریت در خان نعمت این آقا و سرور عزیز و عظیم و بلند مرتبه دارن رزق و روزی میخورن و باید شکرگزار این وجود مبارک و نازنین باشه. ما هم با اجازه شما سلام بدیم خدمت این دو بزرگوار و بعدش انشالله وارد بحث جلسه امشب بشیم. در خدمت بفهم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، سلام مولای من، آقای من، ای کسی که به همه پناه دادی، حیاً و میتاً، در زمان حیاتت پناه دادی، پس از شهادت پناه میدهی و سرزمینی را که انتخاب کردی جایگاه امن برای همه قرار دادی. سلام بر تو ای بزرگوار، ای فرزند رسول خدا، ای فرزند امیر المؤمنین و ای فرزند فاطمه زهرا و پنجمین شخص از اصحاب کسا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام یا امیدیم خدمت آقا ابوالفضل عباس صلی الله علیک یا مولا یا ابوالفضل. سلام و درود بی پایان ما به پیشگاه سردار سپهدار بزرگ سالار آقا ابوالفضل، حامی و نگهبان کل شیعیان و واسطه خیر و واسطه فیض به درگاه آقا امام حسین. سلام بر این بزرگوار، سلام بر پدرش و سلام بر مادرش ام البنین، این بیبی باب الحوائج الالله. سلام بر تو ای بزرگوار، با این امید که این سلام ما را پاسخ گویی و یقین دارم که بهترین میزبانی.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، با هم سلام دادیم خدمت این دو نور بزرگوار، دو نور عزیز، آقا امام حسین علیه السلام سید و سالار شهیدان و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام مجسمه و نماد بزرگواری و ادب. همطور که خدمتتون در ابتدای برنامه عرض کردم، امشب انشالله تصمیم داریم جلسه دیگه یا کلاس دیگه از سلسله کلاس‌ها، جلسات و درس‌های مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو در خدمت شما باشیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری. این جلسه رو من ابتداعا اینطوری شروع میکنم که بحث مردم هستش. البته با اجازه استاد ارجمند یک مقدمه خیلی مختصری عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و بعد انشالله وارد بحث بشیم. زیاد میشنویم کلمه مردم رو. خب مردم این طور کردن، مردم اون طور کردن، مردم این رو خواستن، مردم اون رو خواستن. میخوام ببینیم این دقیقاً مردم کیا هستن و چه نقشی دارن اصولا در جوامع و به در حقیقت زبان دیگر یا به طریق دیگر بهتر اگر بخوام بگم وظیفه هر شخص نسبت به این مردم چی هست؟ چه وظیفه شخص نسبت به مردم، یعنی شخص مثل من، یک شخص عادی، نه منصبی داره، نه جایگاهی داره، جایگاه سیاسی یا جایگاه اجتماعی خیلی بزرگی، بالاخره به عنوان یک شخصی که داره بین مردم زندگی میکنه چه وظیفه‌ای نسبت به مردم باید داشته باشه، اطرافیان، و در رده‌های بالاتر افرادی که یک سری مسئولیت‌ها رو به گردن خودشون دارن، یک سری مسئولیت‌ها رو متحمل هستن، اونها چه وظیفه‌ای نسبت به مردم دارن؟ حالا این افراد که در اون مرتبه‌های بالاتر داریم ازشون یاد می‌کنیم، هیچ محدودیتی قائل نیستیم براشون، یعنی از خود وجود مقدس نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله گرفته تا آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و به همین ترتیب بیایم پایین‌تر تا افرادی که بالاخره الان در هر جای این کره خاکی منصبی مقامی رو بر عهده دارن تا به نحوی خدمت بکنن به مردم. شاید من نباید این کلمه رو بیان بکنم الان چون مشخص میکنه تقریبا نتیجه بحث رو، ولی از اونجایی که ما بنامون بر این هستش که معارف و مطالبی رو که در این جلسات در این برنامه‌ها در مورد صحبت می‌کنیم از منابع شیعه، قرآن کریم و سخنان گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت باشه، خود به خود چون جهانیان تا حدود خیلی زیادی به نظر من حد اقلش مسلمانان و شیعیان آشنا هستن با کلام اهل بیت، اگر هم من نگم استنباط میکنن این برداشت رو. خب جای زاکری، ما انشالله با سخنان گوهربار شما، بیان شیوای شما و اون لهجه شیرین شما که مخلوط و ممزوجی از لهجه عربی و فارسی هست، انشالله در خدمت شما هستیم و در ادامه بحث انشالله من سوالات رو هم که به ذهن بنده برسه خدمتون مطرح میکنم تا انشالله بحث بتونه ادامه پیدا کنه. در خدمتون هستم. مردم داری به حسب روایات، البته من این توضیح رو بدم که ما کل حرف هامون رو بر اساس روایات اهل بیت بیان میکنیم، یعنی اگر آیه شریفه قرآن باشه بیان میکنیم و اگر نباشه روایات رو از پیغمبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بیان میکنیم و چیز تازه‌ای هم ما نداریم، فقط ما دستبندیش را شاید یه بوی خاصی در دستبندیش به وجود بیاد. اعتماد ما در روایات کتاب وسائل الشیعه است که در ایران چاپ شده و جامعه مدرسین اون رو چاپش کرده، که وسائل الشیعه مال شیخ حر عاملیه و مستدرک الوسائل که مال شیخ میرزای نوریه و از کتاب‌های بسیار معتبری است که هر فقیهی برای استنباط، برای فهمیدن حکم شرعی به این دو تا کتاب، به این دو تا دوره کتاب مراجعه میکنه. بنابراین چیزی نیست که از خودمون بخوایم بگیم، فقط این که عرض کردم دستبندیش را ما جمع بندی که میکنیم شاید یک بوی خاصی داشته باشه. بسیار. اون چرا که در تلیعه مطلب میخوام عرض بکنم اینه که مردمداری در روایات اهل بیت یک عبادته، یعنی روایت داره مدارات الناس نصف الایمان، یعنی اگر کسی ایمان خودش رو بخواد بسنجه با
باید ببینه که در قسمت‌های مختلف از عبادت نماز و روزه و امثال اینها گرفته تا عبادت‌های اجتماعی که روابط اجتماعی باشه، که یکی از اون قسمت روابط اجتماعی مردمداریه. بله. با ابعاد مختلفش، یعنی این مردم چه تعریفی برای مردم هست، که این دقیقا. مردم کجایی هستن، چی هستن، چه ملیتی دارن، چه رنگی دارن، آیا مردم مقصود از مردم ایرانه، مقصود از مردم افغانستانه، آذربایجانه، اونهایی که سخن فارسی صحبت میکنن با زبان فارسی صحبت میکنن، یا نه شامل همه بنی بشر میشه، که تقسیم بندی حضرت امیر رو مطرح میکنیم. پس بنابراین اگر بخواد یک انسانی بسنجه ببینه که ایمانش چقدر، چند درصد ایمان رو تونسته در خودش نگه بداره، میبینیم که نصف اون رو در مردمداری شارع مقدس بیان کرده و این خیلی خیلی مسئولیت ما را سنگین میکنه، نه ما به عنوان یک روحانی، بلکه ما به عنوان یک انسان قبل از آنی که یک مسلمان باشیم. حتی زاکریا مطلب خیلی زیبایی رو اشاره کرد، اتفاقا منم مد نظرم بود این رو از جناب عالی بپرسم، مردم اصولا چی هستن، چه کسانی هستن؟ ببینید شاید این سوال خیلی سوال پیش پا افتاده در وهله اول و در دید اول به نظر برسه، ولی حقیقتا کلمه مردم و واژه مردم به نظر من واژه‌ای که باید خیلی خیلی درش دقیق باشیم. بالفرض مثال من حاکم کشوری هستم، بالفرض مثال من مسئولیت دارم تا کشتی این جامعه رو به صورت امن به اون اسکله و بندر مقصود برسونم، در این بین در این کشتی که من سوار هستم و ناخدای اون هستم، بالاخره افراد بسیاری زندگی، من هنوز از واژه مردم استفاده نمی کنم، افراد بسیاری هستن، از کسانی که کارگزار من هستند تا کسانی که کارگزار کارگزاران من هستند تا کسانی که حتی هیچ ارتباطی با مجموعه من ندارن ولی دارن زندگی میکنن داخل اون کشتی، و حتی کسانی که مخالف حتی وجود خود من هستند، آیا درسته که من بیام مردم رو دستبندی و تقسیم بندی بکنم فقط به افرادی که کارگزاران من هستن و بقیه رو جدا بکنم، یا اینکه نه بیام و مردم رو بگم فقط کسانی که غیر از کارگزاران من هستند اونها مردم هستند، یا اینکه بیام بگم خود هر کس که با من موافقه مردمه، هر کس که مخالف منه دشمنه و اصلا تأثیرات دشمن داره روی اون اثر میگذاره و اون اصلا جز مردم نیست، یعنی یک نوع ندیده گرفتن صداهای مخالف خودم رو اونجا اعمال بکنم. مردم تعریفش توی یک همچین شرایطی چی هستش؟ تعریف مردم به حسب روایات وارده، هر ذی عقلی، هر کسی که دانشی داره و خردی داره، که بیشتر خرد تا دانش، هر ذی عقلی در هر جامعه‌ای که زندگی میکنه حقی پیدا میکنه نسبت به اون جامعه، و هیچ گونه فاصله طبقاتی بین افراد از نظر شرع وجود نداره. اگر اینکه یک کسی بیاد فاصله طبقاتی مطرح بکنه یا دستبندی غیر از آنچه را که امیرالمؤمنین دستبندی کردن بخواد مطرح بکنه، این پیداست داره بازی با الفاظ میکنه برای رسیدن به یک هدف معینی. درست. حضرت امیر میفرماد مردم دو دسته، یا از نظر ایمانی با شما هم فکرن و هم عقیده هستن که اخو لک فی الدین، اونم نفرموده اخو لک فی العقیده، دین یک مجموعه دستوراتی است که قرآن کریم و اسلام به شکل عام بیانش کرده، این میتونه مسلمان سنی مذهب باشه، میتونه شیعه مذهب باشه، همون که دین، که دین الدین ان الدین عند الله الاسلام. پس یکی از تعریف این انسان اینه که برادر ایمانی تو باشه، برادر دینی تو باشه. درست. دسته دوم اینه که مانند شما در خلقت باشه، یعنی نوع بشر. پس ما یک زاویه داریم، زاویه دینه، که این از جهت دینی برادر منه. بله. و طبیعیه که اون کسی که از جهت دینی برادر منه حقوق بیشتری داره، در واقع نقاط مشترک بیشتری ما با او پیدا میکنیم، چون تمام اونهایی که دین را قبول دارن انسانیت را هم قبول دارن. ولی تمام اونهایی که
نظیر لک فی الخلق، یعنی انسان هستن، تمام اونها دین را قبول ندارن. پس این کسی که دین را قبول داره دو تا امتیاز داره، وجه مشترک بیشتری با حال اون مدنی. دو تا امتیاز داره، یک امتیاز انسانیتشه، بله. دو امتیاز عقیده و فکرشه. پس بنابراین از جهت حضرت امیر تقسیم بندی بشر این دو قسمته، یا از جهت نوع بشر همانند منه، یعنی همون جوری که من خوشم میاد او خوشش میاد، بله. من درد دارم او درد داره، من گرسنه میشم او گرسنه میشه، من خوشحال میشم او خوشحال میشه. پس از جهت خلقت همانند من است در خلقت، یعنی حیوانات داخل این نمیشن. درست. از اون طرف کسانی که از همین مردم رسیدن به یک مقامی در از جهت فرهیختگی، از جهت معنویت رسیدن به یک مقام بالاتری، یه مثال بزنم، همه مردم مردمن، بله. ولی دکترها جزو مردمن یا نه؟ بله. پزشک جزو مردمه یا نه؟ جزو روحانی جزو مردمه یا نه؟ همه اینها مردمن، بله. اما من پزشک را بیشتر احترامش میکنم به خاطر اینکه دانشش از من بیشتره، روحانی رو بیشتر احترامش میکنم به خاطر اینکه ارتباط معنویتش بیشتره. حالا اگر این روحانیه، اگر این پزشکه جوری عمل بکنه که نشون بده که این سوادی نداره، نشون بده که این تقوایی نداره، نشون بده که این مدرکش را جعلی گرفته، این فوراً میاد پایین. عقابش هم از اون طرف سنگین‌تر. یه قصه یادم از مرحوم آقای گلپایگانی، بله. خدا رحمتشون بکنه، یک روحانی آمده بود از خارج از کشور، هیکل خیلی قشنگی داشت، بله. حالا محاسن مرتبی، بله. عمامه مرتبی، آمده بود و آقای گلپایگانی هم نمیشناختش. خب نشسته بودن، آقای گلپایگانی هم سنشون بالا بود، بله. کسانی که سنشون بالاست اصولا یک سری قیدار سختشونه، فرض کن بخواد چهار زانو بشینه مثلا در مدت طولانی سختشه. خب به احترام اینکه این آقا خیلی از نظر ظاهر مرتب بود، آقای گلپایگانی هم قشنگ پاهاش خودشو جمع کرده بود و خلاصه چهار زانو نشسته. بعد این بنده خدا مهمان شروع کرد به صحبت کردن، همین که 5 دقیقه که صحبت کرد آقای گلپایگانی پاشو دراز کردن، فرمودن که الحمدلله ما راحت کردی، یعنی فورا تشخیص دادن که این یه لباسی ها رو از جای دیگه خلاصه در واقع چیزی را که نباید میپوشیده پوشید. پس بنابراین تقسیم بندیش به این است که هم انسانیت است به عنوان نوع بشر و یک درجه بالاتر اگر این که در یک مقامی، مقام معنوی بالاتری رسیده باشه. حالا اگر تموم بکنم عرضم رو، اگر این که حالا اون مقام معنوی نداره، پول داره، به خاطر پولش احترامش بکنم، برعکس روایات ما میگن نه، اگر کسی را به خاطر پولش احترام کردی روایت داره گناه کردی و در دنیا و در روز قیامت مجازات میشی، چون پول هیچ وقت ملاک رشد نبوده. درست. پول لباسم را من عوض کردم، پول دادم، خب این پول با یک اندک چیزی از بین میره، با یک تصادفی از بین میره، با یک امضای یک مسئولی حسابش، حساب جاریش کاملا بلوکه میشه. من یادمه در قصه کویت، در قصه هجوم صدام به کویت، بله. خدا رحمت کنه، آقای مناقبی را از سخنوران بسیار تحفه‌ای بود، بسیار مورد تقدیر علما و مراجع بود، ایشون برای من نقل کرد، گفت که آقا من کویت بودم، چون میدونید که هجوم به کویت روز عاشورا یا شب عاشورا صورت گرفت، ایشون میگفت، گفت من دعوت بودم جایی، منبر داشتم و قرار بود روز 11 که آخرین مجلس منه انجام بدم، 10,000 دینار به من پول قرار بودیم بدم. صدام حمله کرد به کویت روز عاشورا، هنوز من استراحت نکرده بودم بعد از نماز صبحم، دیدم در زد اون کسی که قرار بود که فردا به من 10,000 دینار به من پول بده، اومد به من گفت که حاج شیخ پول داری من برم نون بخرم؟ الله باش. گفتم چی شده؟ گفت مگه خبر نداری صدام اومده دیگه، نه کارت اعتباری کار میکنه، نه عابر بانک کار میکنه، هیچ کدوم اینها کار نمیکنه. این وضعیت پول و ثروت دنیا هست. اما اگر معنویت باشه، معنویت حتی اون نونباه تا شما رو میبینه، میبینه دست تو جیبت میکنی، میخوای بگردی، چون گاهی آدم لباسشو عوض میکنه، میره خریدی بکنه، خب میگرده لباسشو که عوض کرده مثلا پولو بر نداشته، تا ببینه شما
تشخیص بده که شما مقام معنوی داری، حالا میخواد معنوی دنیایی باشه مثل پزشکی و مهندسی و امثال اینها، یا معنوی آخرتی باشه مثل سلک روحانیت. او احترامت میکنه، میگه آقا مهم نیست، الانم نیست، بعدا به من بده. این فرقو داره. پس بنابراین انسان بودن اول است، مرحله دوم اگر همین انسان ترقی کرده باشه، این احترام دوبله داره و مسئولیت دوبله داره. یعنی اینجور نیست که به خاطر علمش احترام داره و مسئولیت نداشته باشه. من اتفاقا همین رو می‌خواستم عرض بکنم که اثبات شی نفی معادا نمی‌کنه. تمامی آحاد بشر، تمامی آحاد مردم از یک احترام ثابت برخوردارند، محترمند، به نص حدیث آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که بعد به مردم احترام بذاره، مردم بر دو صنف هستن. ولی که خب احترام کسانی که در رتبه‌های بالاتری، حالا بالاخص از بحث معنوی، چه علمی و دانشی، چه از لحاظ بحث معنوی حالا دینی بالاتر، اصلا از احترام بالاتری برخوردارن، که این خب کاملا طبیعیه. توی یک مدرسه معلم یک جور احترام داره، مدیر یک جور احترام داره، بالاخره دانش آموز هم احترام خودش. یه سوال دیگه میخواستم خدمتتون فقط عرض بکنم، خیلی مختصر تا از بحث خارج نشیم و بعدش حالا بریم وارد بحث بشیم، ادامه بحث رو. آیا من به عنوان ناخدای اون کشتی اجازه دارم کسانی که مخالف نظر من هستند رو بگم شما اصلا جزء مردم نیستید، شما در سلک دشمنان هستید، شما و اصلا از جرگه مردم خارجشون بکنم، اجازه اینو دارم یا ندارم؟ به هیچ وجه. ببینید، ما الگوی بحث ما و عرایز بنده قرآن کریمه و فرمایشات ائمه. ما نگاه بکنیم، قرآن هیچ کجا کسی رو اهانت کرده نداریم. برعکس، قرآن نقل کرده از فرعون که فرعون اومده وقتی که دید یه عده‌ای مخالفش شدن مثل حضرت موسی، فرعون اومده میگه اینا یه مش آدمای نفهمی هستن، یه مش آدمای بیسوادی هستن، یه مش شردمتون، یه عبارتی داره که آدمای بیخردی هستن. اینو قرآن نقل میکنه از قول فرعون، ولی از قول خدا یا از قول انبیا هرگز هیچ فاصله طبقاتی از جهت احترام، بله، قرآن، خدا، پیغمبر، ائمه هیچ فاصله ای نگذاشتن، همه نوع بشر را یک جور دانستن. بله، برخورد من با مردم بر اساس خرد اونهاست، اگرم مسئله خرد نباشه بر اساس انسانیت اونهاست. اینی که انسانیتش را بخوام ندیده بگیرم، ما چنین چیزی مجاز نیستیم. اصلا به شما یه چیز دیگه بگم، بله، در روایات ما داره که ما وظیفه‌مونه خودمون را بررسی بکنیم، یعنی ارزشیابی بکنیم خودمون را. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها، ارزشیابی بکنید قبل ان توزنوا. اما حتی یک دونه روایت ما نداریم که حاسبوا الناس، مردم را ارزشیابی بکنیم. اصلا حق نداریم، ما حق نداریم. گاهی میان خدمت حضرت آیت الله العظما شیرازی میگن آقا مثلا فلانی مقلد شماست، شما مثلا این چیز درباره او بگید، مثلا فلانی یه جایی که قرار بوده عدسه نکنه عدسه کرده، مثلا یه حرفی قرار بوده نزنه، مثلا زده، شأن شما رو ملاحظه نکرده، گفته یه حرفی را، شما بیایید بگید که این، من کاری به این ندارم، این من مربوط نیست. یه عبارتی رو ایشون دارن، ایشون میفرمان فتوا و مهر فقیه چکش نیست که بزنیم بر سر کسی. ما نباید فتوا و مهر فقیه را چکش قرار بدیم. امروز بگیم زاکری حرف نزد، فردا بگیم زاکری حرف زد. یه قصه یادمه، مرحوم آقای شیرازی، مرحوم حاج آقا محمد شیرازی که بزرگ خاندان شیرازی عصر اخیر بود، یه قصه رو ایشون نقل میکردن از مرحوم اسدب الحسن اصفهانی. بله، اسدب الحسن اصفهانی از مراجع تقلید بسیار تحفه‌ای بود، در عراق بود و ایرانی ها اغلب ازش تقلید میکردن. شاید میشه گفت اون موقع در زمان خودش مرجع اعلم بود. یک وقتی با ایشون اعضای دفتر تشخیص دادن که مثلا فرض کنید زاکری نامی آدم خوبیه، میخوایم وکیل بفرستیم مثلا در فلان منطقه عراق و شما بیایید به ایشون یک وکالتی بدید، ایشون را منصوب بکنید، تعیین بکنید به عنوان نماینده خودتون در فلان شهر.
خب ایشون هم امتحان کرد این طلبه رو و دید که نه اهلیست، چیز خوبیه، انسان خوبیه، وارسته است، چیز داد، وکالت بهش داد و ایشون هم رفت در اون منطقه. یه مدتی گذشت، خب همه ما آخوندا مثل شما ها کچلواری ها، ما همه مون مثل همین صحیح. گاهی وقتا ما بالاخره میفتی طبیعی. در عرب یک مثالی داره میگه ان الفارس لا یکبو، فارس یعنی اسب سوار ماهر. بله. گاهی همین اسب سوار ماهره یه موقعی میفته. یعنی قسم که کسی نخورده، خود اسبم قسم نخورده شما رو همیشه سالم به مقصد برسونه. یه اصطلاحی هست که البته اشتباهه، حالا درستش هم من میگم، میگن انسان جایز الخطا است، من میگم جایز الخطا نه، ممکن الخطا هست. همونه هستش. فرق عربی فارسیشه. جواز نداره برای خطا. جایز در لغت عرب یعنی ممکن. شما وقتی که بخوای زبونت فارس باشه، بخوای عبارت عربی رو بخونی، وقتی یه مقدار اینجا اشکال پیدا میشه. ما هم اون وقتایی که مشرف در زندان بودیم همین حرفا رو به ما میزدن، میگفتن نگو جایز الخطا، بگو ممکن الخطا. آقای اسلم الحسن اصفهانی بعد از مدتی براش گزارشاتی آمد که این آقای روحانی خطاهایی کرده، یک اشکالایی حالا یا خودش یا فرزندش، یک اتفاقاتی انجام شده که در شأن مرجعیت نبوده، و اومدن همونهایی که اومدن گفتن آقا این آدم خوبیه و تعیینش بکنید، اومدن گفتن آقا اگر ممکنه اینو عزلش بکنید به خاطر اینکه خب این کار خطایی کرده. بله. خب خیلی طبیعیه، یعنی همه اونهایی که یک کسی رو تعیین میکنن، بله، یک کسی رو بعدن عزلش هم میکنن، خیلی طبیعیه. روز اول به ایشون گفتن، ایشون گفت که خب باش فکرشو میکنم. روز دوم دوباره اومدن گفتن، روز پنجم اومدن گفتن خب عیب مردم در اون منطقه شکایت دارن میکنن، شکایت ها میاد، خب این چیکارش بکنیم ما؟ بعد از مدتی دیدن ایشونش اقدامی نکرد، به ایشون گفتن آقا شما این مطلب رو فراموش کردید، ما به شما گفتیم. ایشون فرمود من فراموش نکردم، فقط من در یک دونه مطلب در یک زاویه معینی گیر کردم. بله. و اون اینه که این آقا را وقتی که من تعیینش کردم وکیل، 10% پیش مردم آبرو داشت. این 10% آبرو رو با وکالتی که از من گرفت شد 100% آبرو. اگر الان من اینو عزلش بکنم نمیگرده همون 10%، این 10% براش میمونه یا اون که میشه 0%، یا 0% میشه. و لذا تو حوزه علمیه رسم بر اینه کسی را که میفرسن یک جایی وکیلش میکنن، بعد از مدتی اگر دیدن خرابکاری کرد میطلبنش، بهش میگن در حوزه قم ما به شما نیاز داریم، یا در حوزه نجف ما به شما نیاز داریم. خودش میفهمه چیه قضیه، اما در ملأ عام کسی این تیکه را که این 10%ش از دست بده، اینو دیگه مردم ملاحظه میکنن و این اعتبار رو پایین نمیارن. پس بنابراین حرمت این انسان، هر انسانی حرمتش دست خودشه، حق نداره حرمت دیگری را کم و زیاد بکنه. ما وظیفه داریم خودمون را بسنجیم، وظیفه داریم خودمون را ارزشیابی بکنیم، اما آیا وظیفه داریم دیگری را، حالا این دیگری هر کی باشه؟ ولذا ما روایت داریم که خدا بندگان خوب خودش را در میان سایر بندگان مخفی گذاشته تا شما همه را احترام بکنی، تا شاید یکی از اونها این بنده خوب خدا باشه. اگه قرار باشه شما فقط بنده خوب و احترام بکنی، خب شما 99% مردم رو احترام نمی کنی، چون به شما گفتن فقط بنده خوب رو احترام بکن. ولی اگر به شما گفتن تمام بندگان خدا عباد الرحمن، آیات قرآن رو ببینید، و عباد الرحمن، عباد خدا، بندگان خدا همه مورد تقدیره، شما باید همه رو احترام بکنی، یه وقت یکی از اینها فرض بکنید مشت حسن در میاد. یعنی از اول که من نمیدونستم این مشت حسنه، یعنی اگر اینکه به شما بگن دکتری به پیشدستیش بگه، به سکرترش بگه در میان کسانی که اومدن اینجا توی اتاق نشستن یکیشون حاجی حسنه، خیلی احترامش بکن. این نمیدونه حاجی حسن کدومه، به همه احترام سوال بکنه حاجی حسن کیه، زشته. میاد برای همه چایی میاره که حاجی حسن هم در این میان احترام شده. این تکلیفه. غیر از این دقت بکنید، هر حاکمی، هر رئیسی، هر مسئولی
از پلیس راهنمایی رانندگی بگیرید تا مقامات عالیه هر کشوری. اگر دیدید نسبت به مردم کوچکترین بی احترامی کرد، بدونید خودش یه پاش میلنگه. حالا چه از لحاظ فکری و نظر موافق من باشه چه مخالف، یعنی چون از مسئولیت خودش پا رو فراتر گذاشته، وظیفش بوده همه رو احترام بکنه به عنوان بندگان خدا. بسیاره. عرض کردم قرآن خیلی صریحه، هیچ کجا هیچ کجا بنده ای را خدا کوچک نمیشماره. بسیاره. مگر اینکه به یه علتی بخواد کوچیکش بشماره، مثلا یحملون التورات، کسانی که تورات رو میخونن اما به هوای خودشون عمل میکنن، خدا میگه اینا مانند حیوانات هن. اون شخص را به عنوان شخص پایین نیورده، مقام خودش را، مقام اون شخص را پایین نیورده. میگه این صفتش که کتاب خدا را خواند اما پشت پا زد به کتاب خدا، این صفت مذمومه. ولی مردم، ولی در مقابل فرعون شما نگاه بکن، در قصه فرعون یا هر پادشاه دیگری که در قرآن ذکرش میاد، میبینی اون پادشاه میگه مردم آدمای مخالفین من آدمای چرتی هست، انهم لشرذمتون قلیل. ها این داره میگه مخالفین من، این پیداست که این حاکم، حالا اسمش هرچی میخواد بذارید، اسمشو فرعون بگذارید، اسمشو نمرود بگذارید، اسمشو هر کسی بگذارید، فرقی نمیکنه. اگر یک جا دیدید یک شخصی دیگران را کوچک شمرد، بدون این در بزرگ بودن خودش اشکال هست. نه اینکه اون شخصی که کوچک شمردیش کوچیکه، نه، چون حال فرض که اگه من فحش بدم به کسی، این فحشی که من میدم دو تا احتمال داره، یکی این که واقعا اون شخصی که من دربارش دارم فحش میدم آدم بدیه، احتمال دوم اینه که من یه مقداری وضعم رو از دست دادم، خرد و عقلم رو از دست دادم، بی خودی دارم دیگری رو مورد نکوهش قرار میده. پس از نظر ادیان تمام انسان ها یکسانن، تمام انسان ها مورد احترامن، هیچ کسی نسبت به دیگری شأنش پایین تر نیست مگر یک عملی انجام بده. این عمل باید بسنجیمش با قرآن، ببینیم واقعا قرآن این رو جزو موارد مورد نکوهش قرار داده یا من خیال میکنم اینجوریه. بسیار آقا، بس تو این زمینه واقعا بسیاره. من هم از شما عذرخواهی میکنم، از بینندگان عزیز، اگر احیانا من بحث شما رو در حقیقت وارد میشم یا سوالی میپرسم، فقط برای اینکه جوانب مختلف این بحث رو وارد بشیم و سوالاتی که من در این زمینه اتفاقا زیاد دیدم که پرسیده میشه، برای اینکه بعضی از اون سوالات جواب داده بشه. فقط این به عنوان سوال آخر من باشه تو این قسمت و بعدش ان شاء الله ادامه بحث رو داشته باشیم از حضاری. و سوال بنده این هستش، خب ما به وضوح تو قرآن میبینیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این بحث تقوا هستش، یعنی یک مقام معنوی. یک مقام معنوی. من میخوام بیام بگم که خب حالا من به عنوان یک شخص مسلمون، آیا فقط موظفم مسلمون ها رو احترام بذارم؟ به یهودی، مسیحی، زرتشتی، چه میدونم، حالا هر دین، اصلا آدم کافر، یه بدتر از اون دیگه، آدم کافر، به بقیه هیچ احترامی نذارم؟ یا نه، من به عنوان انسان بودن، به عنوان انسان، حالا انسان مسلمان و شیعه، موظفم به تک تک بشریت احترام بگذارم. در روایاتی که ما اگر برسیم از امشب شروع کنیم یا از فردا، از روایات استفاده میشه که روابط اجتماعی هیچ فرقی ندارد برای افراد. مثلا روایت داره اومدن خدمت حضرت زهرا، گفتن که ای دختر پیغمبر، حدیثی چیزی از پدرت داری که ما نشنیده باشیم؟ حضرت دستور دادن به فضه خانم، فرمودن که فضه جان اون بخچه اون طرف رو وردو برای من بیار. در اون بخچه یک قاب شمشیر پیغمبر بود. بله. این قاب شمشیر توش یه سری اوراق بود، حضرت زهرا گذاشته بودن، قاب خالی بوده. این یکی از اینا رو حضرت در آوردن که در اون راجع به همسایه سفارش کرده. نگاه بکنید کل روایاتی که راجع به همسایه سفارش کرده، هرگز نمیگه همسایه مسلمانه. من آذا جاره، کسی که همسایه‌شو اذیت بکنه، این میتونه، حالا فرض کنید منی که اگر در آمریکا زندگی میکنم، خب این همسایه من آمریکاییه، مسلمون نیست، ممکنه یهودی باشه، ممکنه یهودی، اصلا ممکنه لایق باشه، هیچ دینی رو نداشته باشه، آیا جزو همسایه به حساب میاد؟ بله، چون پیغمبر نفرموده مسلمان کنار خانه ات را،
نفرموده سیاه یا سفید را، هیچ کدوم اینها. همسایه شما احترام داره، حق گردن شما داره. در قصه حضرت یعقوب که چرا حضرت یعقوب مبتلا شد به دوری یوسف، اونجا روایت داره از امام صادق که حضرت یعقوب پر بچه بود. بله. و چون پر بچه بود هر روز یک شتری را میزد زمین، ذبح بله. میکرد، غذا درست میکرد، به دیگران هم میداد. حالا یک روزی غذا را کباب کرده، کباب غیر از آب گوشته، آب گوشت و تلید و امثال اینها بوی کباب رو نداره. بله. کبابی درست کرده، بوی گوشت سرخ کرده، حالا چند تا خونم جلوتر نمیگه در روایت، اما در نتیجه تو اون منطقه یعقوب بوده. حالا که تو منطقه یعقوبه، فرض کن حالا ما حساب بکنیم بین الحرمین، این بوی گوشت سرخ کرده پخش میشه. من که نمیدونم کدوم یکی از همسایه های من گرسنه است یا نه. خب یه نفر در اون منطقه این گرسنه بوده، منتظرم بوده، گفته شاید یعقوب برای من چیزی بفرسته. حالا فرض بکنید گوشت تقسیم شده به اون همسایه مثلا پنجاهمی چهلمی نرسید، تقصیری که نداشته حضرت یعقوب، عمدی در کار نبوده. احسن تو به همین اندازه که یک همسایه، اونم ننوشتن که موحد بوده یا نه، چون در زمان حضرت یعقوب بت‌پرست بوده. بله. موحدم بوده، روایتم نگفته موحد بوده. خب یه نفر همسایه یه آهی کشیده، پیغمبر خدا با اون عظمتش فرزندش رو از دست میده و انقدر گریه میکنه تا چشماش بینایی خودش رو از دست میده. این یک همسایه است، نگفته که این موحد بوده. کل روایات ما، عرض کردم مکتب اهل بیت که شما نگاه بکنید، هیچ کجا نگفته است مسلمان، هیچ کجا نگفته است همشهری. بله در اقربین، در فامیل یک حق اضافی هست که اگر من فقیر توی فامیل خودم دارم و صدقه میخوام بدم، اول فامیل خودم مقدمه. حالا تو فامیل من فرزندان خودم فقیرم، خب این مقدمتره تا پسر عمو. درست. پسر عموی من فقیره، این مقدمتره تا نوه عمو. پس اون چرا که فرق هست، فرق در امتیازاتی است که ربطی به نژاد و عقیده و رنگ نداره. بسیار. اگر یه وقت یه کسی گفت که باید مسلمون باشه، این اسلام رو نفهمیده. نمیخوام حالا چیز دیگه تعبیر، اسلام رو نفهمیده. بسیار زیبا، بسیار زیبا. این جوابی باشه به عده‌ای از افرادی که حالا به هر حال میان و این اشکالات رو میکنن که آقا مسلمان‌ها خودشون رو بهتر از دیگران میدونن. نه نه نه، معارف اهل بیت و مکتب اهل بیت این آموزش رو میده. اگر کسی غیر از این رو رفتار کرد، اینو به حساب اسلام نباید. خب ما در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث که ان شاءالله استفاده بکنیم. سوالات من تا اینجا فعلا تمام شده. بخشید. آیه شریفه در قرآن کریم راجع به زمان ظهور آقا امام زمان یه عبارتی دارن که مورد بحث اولیه ماست، یعنی اساس بحث ما بر اون کلمه است. بله. قرآن کریم داره لیقوم الناس بالقسط. این بحث هست که آیا وقتی که آقای امام زمان ظهور میکنن، دولت ظهور، خود امام زمان کارها رو راستوریس میکنن، خود امام زمان همه کارها رو به عهده گرفتن، یا اینکه امام زمان شرایط اجرای عدالت را فراهم میکنند. زمان ظهور زمانی است که ظلم و بیداد همه جا را گرفته، حضرت میان شرایط زمان را عوض میکنند. یعنی الناس علی دین ملوکه. بله. همه مردم عموما اگر دیدید در یک جامعه دروغ زیاد پخش شد. بله. بدونید دروغ از بالا اومده. اگر دیدید خیانت پخش شد، بدونید خیانت از بالا اومده. این مسئله روایت، هر چی اسمشو بگذارید، مردم همیشه نگاه میکنن بالا دستشون چیکار. طبیعت انسانی الگوگیریه دیگه. دقیقا. نه؟ بله. من الگو میگیرم. خدا در قرآن فرموده پیغمبر بهتری الگوه. درست. حالا ما اگر نخواهیم پیغمبر رو الگو قرار بدیم، پیغمبر که ما ندیدیم، ما و روایات رو هم گوش نکردیم، حرف هم گوش نکردی، ذات انسانی به دنبال الگوه. این الگوه کیه؟ شاگرد استاد خودش رو الگو قرار میده. اگر استاد سوال بکنه تو بزرگ بشی، بس من دانش آموز سوال بکنه بزرگ میشی چی میشی؟ چی میخوای بشی؟
میگه میخوام مثل شما استاد بشم. این الگوگیریه. پس الگوی من اگر الگوی خوبی باشه منم خوبی یاد میگیرم. اگر الگوی من شروع بکنه به دل و دزدی کردن این طرف و اون طرف، منم یاد میگیرم. این طبیعیه. لذا بحثی که در تربیت هست، به پدر و مادر ما بهشون میگیم شماها درست کار باشید، فرزندتون درست کار میشه. اگر تلفن زنگ زد شما به پسر تا نگاه میکنین ببینی این مشت عباسه که نمیخوای جوابش بدی، پسرت میگه بابا تلفنت داره زنگ میزنه، میگه خب حالا یا اشتباهی پسر تلفن رو واس کرد، میگه بگو من نیستم. خب این پسر یاد میگیره. پس بعضی جاها باید دروغ گفت. کی یادش داده؟ همین پدر. من پدر یادش دادم. یا همسایه میاد در میزنه، یا طلبکار میاد در میزنه، به همسرم میگم بگو نیست. همسرم از کی یاد میگیره؟ از خودم. از خودم یاد گرفته. پس این الگوگیریه هست. حضرت که میان تشریف میارن، شرایط را جوری میسازن که مردم الگو که میخوان بگیرن الگوی با تقوا میگیرن، نه الگوی دزد، الگوی با انسانیت میگیرن. شما ببینید امام حسین در قصه حر، یعنی ما در کربلا هستیم دیگه، از روح کربلا باید استفاده بکنیم. امام حسین در قصه حر، خب حر آمد با 4000 مسلح، آمد راه رو بر حضرت بست. حضرت فرمودن که به اینها آب بدی، چون اینا همه تشنه. یعنی چی؟ یعنی دشمن خودت را دوست بدار. یه روایت دیدم از حضرت امیر، حضرت بیفرماد این که شما دوست بداری دشمنت را، دشمنت خجل و شرمنده میشه. خیلی حرف قشنگیه. یعنی خدا از طریق آقا امیرالمؤمنین داره به من میگه آقا دشمن خودت را دوست بدار. فقط در همین جاست؟ نه، پیغمبر اکرم اون بند خدایی که یهودی بوده، حالا هرچی بوده، روی سر پیغمبر شکنبه گوسفند خالی میکرده. بله. وقتی که چند روزی این کار را نمیکنه، حضرت سوال میکنن این رفیق ما کجاست؟ خبری ازش نیست. یعنی همین اندازه که برای من آشغال میریخته رو سر من، خود این که منو میدیده برای من یه حقی پیدا کرده. این معناش غیر از دوست داشتن دشمنه؟ آقای زاکری، اینا که میفرمایید ایدئال انگاری نیست؟ نه، چرا؟ اگر قرار بود ایدئال انگاری باشه که در روایات ما نمی آمد. جامعه باید جامعه ایمانی باشه. اگر جامعه ایمانی نباشه، شما چجوری میخواید جامعه رو بسازید؟ مثلا به شما میگیم آقا به جلو فرزند دروغ نگو، شما میگین ایدئالیه. چرا ایدئالی باشه؟ یک فرهنگی است به نام دروغ نگفتن. این که مثلا حالا شخص به دشمن خودش رو دوست داشته باشه، این یعنی ما وظیفه داریم مخالفینمون را هدایت بکنیم یا نه؟ خب بله. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. من در یک شهری زندگی میکنم، من مورد احترام همه هستم، همه به من احترام میگذارن، من وظیفه دارم نسبت به همه یک جوری عمل بکنم که حق اونها را برسونم. چطور شد؟ اگر میخواستم انتخابات درست بکنم، خب ببینید تمام نمایندگانی که میخوان تو برسن به مجلس، حالا در عراق بذاری، جاهای دیگه، همه جا رو دیدیم ما. وقتی که انتخابات، این آقای کاندید میاد، سیاه رو میبینه، سفید رو میبینه، فقیر رو میبینه، غنی رو میبینه، تاجر رو میبینه، روحانی رو میبینه. این چطور شد در وقت انتخابات؟ چون رأیش رو میخواد، احترامش میکنه. اما وقتی که انتخابات تموم شد، چون دیگه کاری بهش نداره، جوابش نمیده، مگر پول داره را، مگر روحانی با نفوذ را، شروع میکنه دسته بندی کردن. یه عده رو قبول میکنه. پس از اینجا معلوم میشه ایدئالی نیست. من چون نیاز داشتم، این فرهنگ دروغیست در ذهن من، چون نیاز دارم احترام میکنم طرف مقابل را، وقتی که نیاز ندارم دیگه کاری بهش ندارم. این غلطه. این بحث نیاز رو مطرح کرد. ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. این بحث نیاز رو من با اجازه شما این گوشه می‌نویسم، چون 4 دقیقه فرصت داریم وقت نمیشه، فرصت نمیشه. رو این بحث نیاز یک مطلب بسیار
جالبی میتونیم انشالله باز بکنیم که بحث وظیفه حکومت ها نسبت به مردم و وظیفه مردم نسبت به حکومت ها رو انشالله باز بکنیم در موردش. و فقط این رو از شما میخوام که تو این 3 دقیقه 4 دقیقه پایانی انشالله بحث رو جمع بکنید تا فردا بتونیم سر فرصت انشالله در خدمت باشیم. هرچند من یک مقدار امشب دیر کردم، از همه بینندگان و جناب عالی هم جلو خود دوربین پوزش میطلبم. ما در خدمت هستیم تو این 3 دقیقه انشالله بحث رو یک جمع‌بندی بکنیم تا شما. اگر برمیگردم به حرف اول، که اگر قرار باشه حرف اسلام را که فرمود مردمداری عبادت است، بله، این را ملاک قرار بدیم، ما باید نسبت به همه احترام بکنیم. چرا؟ چون این احترامه منو میبره بالا، مقام من را میبره بالا. تجربه کنید مسیر را که میرید، شما به همه سلام بکنید، 2 روز 3 روز، از روز 4 مردم به شما سلام میکنن. هم وظیفه خودم رو انجام دادم، هم به مردم یاد دادم که اونها هم برای رسیدن به این ثواب بیان پیش دستی بکنن. من یادمه آقایون شیرازی ها رو از بچگی یادمه، هر کدومشون رو من واقعا مرور میکنم تو زندگی خودم، میبینم اینها سعی کردن به همه احترام بگذارن. لذا من ندیدم، من تقریبا بیشتر از 40 من در خدمت این بیت هستم، ندیدم کسی با اینها نشست و برخاست کرده باشه و به اونها علاقمند نشه. یعنی دقیقا قصه پیغمبر اکرمه. فرق زیاده ها، بله. هیچ مرجع تقلید رو ما با پیغمبر اکرم مقایسه نمی کنیم، اما وقتی که کارمند توی گل فروشی بوی گل میگیره، این مال گل فروشی است، مال گلی است که توی گل فروشی است. از این پیغمبر اکرم، هیچ کسی در تاریخ پیغمبر نیست که با پیغمبر ملاقات بکنه و دوست نداشته باشه. پس اگر دیدی در یه موردی یک کسی ضد یک عالمی صحبت کرد، مطمئن باشید این با اون عالم نشست و برخاست نکرده. ولذا حرف خیلی ممنون و متشکرم از حاجی زاکری، لطف کردید و از تک تک شما عزیزان، خوبان، سروران، بزرگواران که تا به این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سرزمین عشق از شبکه امام حسین علیه السلام همراه بودید. هر کجا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. انشالله فردا شب مفصلتر راجع به بحث مردم صحبت خواهیم کرد. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارت. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.